میخوام براتون در مورد یکی از مفاهیم خیلی معروف و تا حدی مبهم در مکانیک حرارت صحبت کنم و اونم نگرش لاگرانژی و اویلرس. نگرش یا دیدگاه لاگرانژی و اویلری هم بهش گفتهش. تجربه که اول من دارم که این چند سال اول دانشجوی ما یه مقدار در مورد بحث نگرش لاگرانژی و اویلری ابهام براشون ایجاد میشه که طبیعی است، یعنی خود ما وقتی دانشجو بودیم همین ابهاماتو داشتیم. واقعا یکی از هم بعضی از مباحث مهندس مکانیک اونقدر پیچیده هستن، انتظار نمیره کسی با یک سال با دو سال درس خوندن براش همه چی روشن بشه. نیازمنده این هست که بره ارشد هم بخونه، دکترا هم بخونه، یکم بیشتر بدونه، بیشتر بدونه دکترا، بعد بره چند سال تدریس کنه تازه بفهمه که چقدر بی‌سواد بوده. مثال معروفی که بوالسینا میگه واقعا همینجوری هست و این پیچیدگی رشته مکانیک باعث میشه که بعضی از دوستان که رفتن متوجه بعضی از مسائل نمیشن اعتماد به نفسشون افت کنه و فکر کنن که اینها مشکلی دارن که بقیه همه جا میفهمن فقط اینا نمیفهمن. در حالی که اینطور نیست. موضوعات که مقدار موضوعات خیلی عمیق، پیچیده، مبهم تا حدی و اساسی هستن که ما الان محققین بسیار زیادی در روی کره زمین داریم که روی موضوعات دارن کار میکنن واقعاً و مسائل حل نشده ای تو این زمین ها هست. پس دوستان این زمین ها من سعی میکنم به سهم خودم با بیان خودم تا حدی که ممکنه مطالب بشه که ساده و متفاوت از جای دیگه بهتون بیان کنم که شما که اینو میبینید تفاوتی با بقیه بکنید. ولی بعد این نکته خواستم عرض کنم که پیچیدگی و ابهام نباید باعث بشه اعتماد به نفس شما از بین بره، باعث بشه اعتماد شما بیشتر برید سمت این چیزا. خب نگرش لاگرانژی و لاگرانژی اویلرین ویو پوینت یا پوینت آف ویو. ویوپوینت یعنی نگرش، دیدگاه. اویلری دانشمندی بود 1900 و اوایل قرن 18 هم گفته شد و لاگرانژ هم 1736 اینا زندگی میکردن و اینا اومدن گفتن ما رفتار یک جریان سیال رو نه لزوما سیال جای کاربرد دیگر رو رسم خواهم کرد. میتونیم از دو روش، از دو دیدگاه، از دو نگرش با دو سلیقه بررسی بکنیم. نکته که همین اول باید درس کنم این هستش که سلیقه شما، نگرش شما، دیدگاه شما نباید تو نتایج فیزیکی اون مسئله تاثیرگذار باشه. واقعیت فیزیکی مسائل مستقل از نگرش شماست. شما مثل این میمونید که شما یک مطلبی رو بیان کنید، یه بار عربی بگید، یه بار ترکی بگید، یه بار انگلیسی بگید، یه بار فارسی بگید، فرقی نمی‌کنه. شما یه چیز رو دارید میگید، مثلا فردا ساعت 8 صبح کویز داریم، یه واقعیت. شما میتونید عربی رو بگید، میتونید فارسی بگید، ترکی بگید، انگلیسی بگید، در هر صورت فردا ساعت 8 کویز هست. اتفاقات پدیده های فیزیکی که رو ما داریم دنبال هستیم که اونها رو توصیف کنیم، بیان کنیم، میشه به دو روش، به دو شکل، با دو سلیقه بیان بشه، بستگی به اینکه حالا کدوم مناسب تره واسه شما. حالا روش صحبت خواهیم کرد. یکیش نگرش لاگرانژی است که به نام لاگرانژ نامگذاری شده، یکی هم نگرش اویلری است. مادر اویلر رو در مکانیک حرارت من راجعش ویدیو ضبط کردم و الی آخر. اینا اوایل قرن 18 بودن که در ادامه را این ویو پوینت هم راجبه صحبت کردیم که نینگرشه دیگه، دیدگاه، نوع بیان مطلب رو متغیر نمیدی ولی بیان شما، نگرش شما، دیدگاه شما متفاوت است. حالا این چجوری داستان تفاوت این ها چیست؟ نه نگرش اولیری که نگرش قالب مکانیک سریالاف در سال 2018 است که به تدریج این قالب بودن داره ضعیف میشه و نگرش لاگرانژی داره یک تقویت میشه در مکانیک سیارات. دارم عرض میکنم در نگرش اویلری که نگرش قالب هست فعلا در مکانیک سیارات، ما به عنوان یک ناظر ساکن توصیف میکنیم که در داخل جریان در چه اتفاقی میفته. حالا پدید بستگی داره دیگه، مثلا فشار چی باشه، چگالی چی باشه، دما چی باشه، سرعت چی باشه. مثلا در نگرش اویلری بگم که شما دما چقدره، شما از من سوال میکنید که کجا و کی. یعنی الان من میگم در این مثلا این بغل این کمد دماش چقدره و الان چنده، مثلا یه ساعت بعد خب ممکنه آفتاب بده، هوا خنک‌تر بشه. پس پارامترهایی که در نگرش اویلری مطرح هست یکی مکان، یکی زمانه. شما در یک مکان خاص در یک زمان خاص دارید مثلا رو بررسی میکنید. در نگرش لاگرانژی شما سوار بر ذرات حرکت میکنید. ذره مجموعی است از مولکول هایی که در داخل ماده شکل می گیرن و به شکل حرکت براونیان موشن دارن روی خط مسیر خودشون الان اینجا حرکت می کنن. شما سوار بر یک ذره هستید، moving with particle، همراه با ذره دارید حرکت می کنید
و اتفاقاتی که در اون مسیر براتون میفته رو توصیف میکنه. یعنی مثلا شما میگید که مثلا دما چقدر، خب من یه دماسنج میگیرم دستم سوار یه ذره میشم، همراه با اون ذره این فضا حرکت میکنم و در مسیر خودم دماسنج هر چی نشون داد اونو ریپورت میکنم. این نگرش لاگرانژیست، اولین نگرش اولدریست. در نگرش لاگرانژی شما ذره سر و کار دارید، با خط مسیر ذره، روی خط مسیر ذره حرکت میکنید. در نگرش اولدری با نقطه و زمان کار دارید. نگرش اولدری میگیم کجا و کی. در نگرش لاگرانژی میگیم کدوم ذره، میگم من اون ذره ای که الان این ذره رو دارم میگم، شما میگید سوار شدم به این دارم همراهش، کی وقتی اینجاست، وقتی حرکت میکنه میره اون برتر اونجا. زمان هم باید بهتون داده بشه حتما در نگرش لاگرانژی. باز به برنامه‌گر نگرش اولدری پارامتر غالب سرعته، یعنی شما سرعت براتون اهمیت داره در نگرش اولدری. در مکانیک سرعت الان همینجوری است، یا ویدیوهای دیگه اگر شما نگاه کنید من دائما هی از سرعت استفاده می‌کنم تو ویدیوها. ولی در نگرش لاگرانژی پارامتر غالب مکان دیسپلیسمنت هست. نگرش اولدری نگرش غالب در مکانیک سرعت فعلا هست، نگرش لاگرانژی نگرش غالب در مکانیک جامدار هست. این بدین معنا نیست که ما در مکانیک سرعت نگرش لاگرانژی اصلا استفاده نمی‌کنیم، یا در مکانیک جامدار از نگرش اولدری اصلا استفاده نمی‌کنیم. بله میگه ولی قالبش اون چیزی که بیشتر استفاده میشه، شما در دینامیک و دیسپلیسمنت کار میکردید، ولی ما در مکانیک سیارات در درس بعدی که پیش نیازش دینامیک هست، شما وقتی وارد درس مکانیک سیارات شدین که ما اینجا در گروه مکانیک ترم 4 ارائه میدیم مکانیک سیارات رو، خب شما اونجا دیگه دیسپلیسمنت یعنی چی، یک ضربه سمه یه جریان اینجا داره میاد، مثلا این دیسپلیسمنت چه معنی برای چه جریانی داره. ولی سرعت معنا داره، وقتی دست میذارم میگم سرعت اینقدر هست، که اصلا من این ویدیو رو دارم در سری ویدیوهای میدان سرعت براتون ضبط میکنم دیگه. این دو معنی شما باید سرعت رو توصیف کنید در داخل جریان، یک سرعت واحد رو یه بار میتونید به عنوان یک نقطه‌ای در فضا در یک زمانی توصیف کنید، یا وقتی میتونید به عنوان یک ذره‌ای که در اون زمان از اون نقطه رد میشده سواره بر اون ذره، همون سرعت رو. یعنی تاکید من این هستش که سرعت دو تا نیست، یه سرعت از دو دیدگاه با دو بیان با دو زمان مختلف بیان میشه. پس فیکس ابزرور یعنی ابزرور ثابته در فضا و در زمانهای مختلف در اون نقطه داره که شما ریپورت میکنه. در مکانیک سیارات که نگرش غالب 80% اما مقالاتی که داره چاپ میشه و عدد تجربی است، دارم با نگرش اولدری چاپ میشه، ولی به مرور این عدد 80 داره کم میشه. اون 20% که مرتبط به لاگرانژی داره رشد میکنه. شاید 20 سال قبل 90 و چند درصد مقالات اولدری بود، چند درصد خیلی زیر 5% لاگرانژی بود، و هی دائما داره این اتفاق میفته. یاد ادامه عرض خواهم کرد که چرا این اتفاق داره میفته. نگرش فلوید مکانیکس هست و بعد در مکان جامدات هم خب در پلاستیسیتی و در کانتکت مکانیک برخورد، مکانیک ضربه، اونجا هم تو پلاستیسیتی اونجا هم از همین مفاهیم نگرش اولدری استفاده میشه. و عرضم حضور شما که در نگرش لاگرانژی توی الاستیسیتی بیشتر استفاده میشه، و در مکانیک سیارات که عرض کردم اون 20 درصدی که شاید هست توی نان کانتینیوم فلوید مکانیکس هست، یعنی در کاربردهایی که مهم مکانیک اصل مکانیک محیط پیوسته برقرار نیست، در اون کاربردها مثل نانو اسکیل هیت ترانسپورت فور اگزامپل، یا برای جریان‌های رقیق گاز رقیق برای مثال، جریان‌های خارج جو، دینامیک ریفاید گاس داینامیکس، این جور کاربردها، ابعاد کوچیک، نانو تکنولوژی، تو این کاربردها دیگه شما نمی‌تونید نگرش اولدری استفاده کنید که محیط پیوسته نیست. اونجا به ناچار مجبور در نگرش لاگرانژی استفاده کنید. تو سایر جاها که مخیلید از این استفاده کنید یا اون، مزایا و عیبش عرض خواهم کرد که فعلا مد اولدری استفاده می‌کنید. ولی به مرور زمان حتی در اون جایی که مخیل باشید هم می‌تونید در آینده از نگرش لاگرانژی استفاده کنید. لیام. خلاص بعد این moving with particles یعنی اون observer یه ثابت نیست، همراه با ذره حرکت میکنه، و در بحث الاستیسیتی و نان کانتینیوم مکانیکس حالا بعد از اتفاق شما ببینید که به هر حال وقتی لاگرانژ 1700-300 سال قبل میاد یه چنین مفاهیمی رو مطرح میکنه، چه جبهه‌گیری در مقابلش انجام میشه. الان من به خود شما دارم میگم همراه با ذره سوار بعدش حرکت میکنه، خود شما یه نمیدار شاید تعجب کنید چی داره میگه. حالا شما خودتون بزنید جای کسی که 300 سال قبل این حرفا رو تو اون فضای بسته و متحجرانه ای که حالا اون بلا رو سر گالیله آوردن و این داستان ها، ولی یکم بعد از اون البته، ولی خب برای اون فضای چیزی که میاد میمونید میتونیم یه رفتار سیار رو
اینجوری ما مدل کنیم که سوار بر حرکت ذره باهاش برسن، یعنی شاید این من خود اصلا قاطی داره اصلا یه تهمتی هم بهش بزن. در حال تاریخ میخوانی سر من یک ویدیو راجبش ضبط کردم، توصیه میکنم حتما شما اون ویدیو رو یه نگاهی بندازید، تاریخ خیلی مفید هست. از یک مقدمه هست که مثلا نگرش لاگرانژی اودری چی هست و کجاها استفاده میشه، کاربردهاش چی هست. به یه نگاه ریاضی اگر بخوایم بحث بکنیم، در نگرش اودری کمیتی مثل اتاق که میتونه تانسوری باشه، میتونه سرعت باشه، میتونه برداری باشه، میتونه اسکالر باشه، هر چی باشه، سرعت، فشار، دما، در کجا و در کی، یعنی پارامترهای مستقلی که داخل پارانتز هستند، یکی مکان، یکی زمان. و بهش هم بدیم که کجا و کی سرعت رو می‌خواد. این برای شما قابل درکه، چون شما به شکل اتوماتیک در میکانیک سرعت با نگرش اویلری رشد کردید و خواهید کرد در ادامه. اما در نگرش لاگرانژی همون کمیت اتا رو داریم، همون دما، همون فشار، همون سرعت رو میگیم کدوم ذره این آر صفر نماینده ذره است که در آغاز حرکتش تو نقطه آر صفر بوده. یه عدد ثابته، مثلا یه برچسبه، میگیم ذره‌ای که اول آغاز حرکتش اینجا بوده آر صفر میشه این برچسب، اونی که از بغلش اومده یه آر صفر دیگه داره. این کدوم ذره و کی، کدوم ذره و کی. در نگرش لاگرانژی مکان خودش جزء کمیت‌های وابسته است. یعنی الان شما میگن یه ذره ای از اینجا شروع به حرکت کرد 10 دقیقه دیگه کجاست، شما کجا همون آره، شما به کمک این کجا بوده اول و کی میتونید بگید کجاست، محاسبه میکنید که مکانش کجاست، جزء کمیت های وابسته است. اما در نگرش اولری من آره رو باید بدم به شما، مثلا آره شما محاسبه نمیکنید، من شما میدم، میگم در این محل و در این زمان حالا مثلا در ماشین قطر است. پس یه فرقی داره اینه که در نگرش اولدری بردار مکان از داخل پارانتز خارج میشه، میره جزء کمیت های وابسته قرار میگیره. در نتیجه آر صفر که کمیت ثابتی ثابت در نقطه فرایند بود میشه، این برچسب ذره است. اینو بزنید که تنها کمیت مستقل در نگرش لاگرانژی زمانه. زمان نمیتونه اصلا از مسئله حذف بشه. من در قسمت های قبل در مورد این مسئله صحبت کردم، خط جریان، خط مسیر رو معرفی کردم، استدینس، آنستدینس رو تمام برای مرور بکنید. ولی در نگرش اولری میتونه تی از مسئله حذف بشه، آر بمونه، خب مشکل نداریم تا بار. اما اگه اینجا تی از مسئله حذف بشه، چیزی داخل پرانتز نمیمونه. آر صفر که مقدار ثابته، این کدوم ذره. اینو بزنید کنار. فقط تنها چیز متغیر تیه. اگه تی هم حذف بشه، چیزی نمیمونه. پس نهایت کلی زمان جزء ذات مسائل نگرش لاگرانژی، زمان نمیتونه حذف بشه. اما در نگرش اولری میتونه بشه. ما وقتی میگیم استدی استیت مثلا تابع زمان نیست، ولی در نگرش لاگرانژی اصلا معنی نداره بگیم استیزیون روی ذره‌ای داره حرکت میکنه، دیگه زمان حرکت نه زمان نباشه چون این معنی تغییراتی وجود نخواهد داشت. اما چیزی که این دو تا رو به هم مرتبط میکنه پس لاینه، خط مسیر. خودمون داریم میگیم این وقتی است که ابزرور یا گزارش دهنده سوار بر ذره همراه باهاش رو خط مسیرش حرکت کنه دیگه. پس اگه من نگرش اولدری شیفت کنم به نگرش لاگرانژی، باید از معادله خط مسیر استفاده کنم که این رو من در ویدیوهای قبلی راجبش صحبت کردم. این یه تعریف، همین تعریف رو هم به شکل ریاضی واسه نوشتم که داخل پرانتز کمیت های مستقل چگونه تغییر میکنن و کمیت های وابسته. از دیدگاه باز ریاضی ما اصولا در قوانین بقای جرم و انرژی و مومنتوم اونا که خیلی مهم هستن، اون با نرخ کمیت هاست سر و کار داریم. من در یک ویدیو دیگری به نام مشتق مادی براتون در مورد نرخ تغییر کمیت ها در نگرش اولدری و لاگرانژی مفصول صحبت کردم. لطفاً اون ویدیو رو کامل نگاه کنید. اگه شما بگید نرخ تغییر این دایره، نرخ زمانی، چون نرخ زمانی خیلی مهمه در معادلات دقا، مثلا ما نرخ زمانی کمیت ها کار می‌کنیم. نرخ زمانی این دایره در نگرش لاگرانژی سوال بر ذره چگونه است؟ مثلا اون دایره میتونه جرم باشه، میتونه اندازه حرکت باشه، میتونه دما باشه، خیلی چیزا میتونه. و همون نرخ رو در نگرش اولدری شما حساب بکنید، شما باید از مفهوم مشتق مادی استفاده کنید، دی بزرگ به دی تی. این مساوی رو خوب دقت کنید، این نرخ تغییر دایره فرقی نمی کنه شما از نگرش لاگرانژی استفاده بکنید یا از نگرش اولدری، یه چیزه مساوی هم با هم. اما نحوه بیان شما اگر لاگرانژی باشه یه مشتق ساده نسبت به زمان میگیرید. چرا؟ چون داخل پارامتر چیزی جز زمان نیست، مثل دینامیک بگم مثلا این سرعت شتاب بده شما یه مشتق ساده میگیرید. اما در نگرش اولدری چون داخل پارانتز دو تا کمیت هست، مشتقات شما نسبی میشه، پارشال دریوتیو میشه و باید از فرمول مشتق مادی یا متر یاد دریوتیو استفاده کنید که همونجوری میبینید تو مشتق لاگرانژی خیلی فرمول هست مثل جمع و جوری داره و در نگرش اولدری خیلی مخونه یه جمله اضافه میشه و اونا باید این فرمول حساب کنید. من راجع به این یه ویدیو مخصوص ضبط کردم به خاطر همین که
نگرش لابرانجی به لحاظ فرمسه ساده است، اما کاربردش کمه. نگرش اولی نگرش غالب در میکنی سیارات هست، ولی میدونی دیگه فرمولش خیلی پیچیده‌تر است. دیگه من بیشتر از این توضیح نمیدم، البته مراجعه کنید به اون ویدیو و در اونجا صحبت کنید. یه نکته دیگه هست، یکی از دوستان من سر کلاس این از من پرسید، من دیگه اینو بعد توضیح میدم، من دیگه اصلا یکی من همین که توضیح میدم، یکی از دانشجوهای من پرسید که خب ما یه بار ناظرمون ثابت هست و توصیف میکنه جریانو، یه بار ناظر ما سوار شده به ذره، همراه با ذره روی خط مسیرش داره حرکت میکنه. حالا اگر نه اون باشه و نه این باشه چطوری میشه؟ یعنی نه ذره شما، نه ناظر شما، نه ساکن باشه و نه سوار بر ذره همراه خودش همراه با ذره حرکت کنه، بلکه به شکل دلخواه با یک سرعت دیگه در یک جهت دیگه حرکت کنه. پاسخ به سوال این هستش، پاسخ بسیار عالمانه، سوال بسیار عالمانه ای کردیشون. ما یک نگرشی داریم به نگرش arbitrary Lagrangian Eulerian formulation، فرمولاسیون دلخواه لاگرانژی اویلری. این یعنی در نه اویلریه نه لاگرانژیه، میتونه بینابین باشه. اگر ذره دقیقا همراه با observer دقیقا همراه با ذره حرکت کنه میشه لاگرانژ، اگر ثابت باشه میشه فول اویلریان فرمولیشن. حالا اگه هیچ چیزی بین اینا باشه میشه نگرش دلخواه لاگرانژ اویلری که ناظر شما نه ثابت نه همراه ذره حرکت میکنه. مشتق مادی اصلاحی بهش میخوره، این اپراتور مشتق مادی است که در مقصد کارتزی هم من نوشتم. اگر نگرش شما اویلری باشه که خاص همین باید استفاده کنه، اگر لاگرانژی باشه این دوتا صفر میشن، روم به روم بتی همون دی به دیتی میشه. بودی سرعت نسبت به اون ذره است. اگه شما سوار بر ذره شده باشین، طبیعتاً چون با هم دارید حرکت می‌کنین، پس سرعت نسبت به ذره صفر. پس هر دوست اینا رو صفر بذارید، تغییر مشتق مادی میشه مشتق ساده نسبت به زمان که نگرش لاگرانژی است. این فول لاگرانژیان فرمولیشن است. اگر اویلری هم بخواید که کلاً، یعنی اینو می‌ذارید ناظر ساکن دیگه، نسبت به چیز ساکن یعنی خودش دیگه، یعنی وقتی نسبت به چیز ساکن یعنی خودش. درش این است. حالا اگر خودمون ابزرور با این سرعتی بریم، جریان با یه سرعت دیگه ای بره، شما تنها کاری که خواهید کرد اینه که این سرعت هایی که اینجا میذارید نسبت به اون ابزرور میذارید. پس ما میشن relative velocities، سرعت های نسبی نسبت به حرکت، انگار ابزرور ثابته این روش حرکت میکنه، نسبت به اون حرکت میکنه. کاربرد AAB در مسائل moving boundary هست یا dynamic mesh. حالا دوستانی که اجازه در تست های بعدیشون مقالات خود من خیلی 2006 چاپ کردم، 2007 چاپ کردم، ارجاع کنید به مقالات، مراجعه کنید به مقالات من، اونجا نگرش AAB رو بیشتر توضیح دادم. ولی در نهایت وقتی که شما یه مسئله متحرکی دارید، یه جریان مثلا یه استوانه در حال نوسان، یه جریان میاد از کلش رد میشه، خب جریان سرعتی داره و وقتی این داره حرکت میکنه، مشی که اینجا وجود داره، مش یا اون شبکه بندی که داریم هم حرکت میکنه، چون این داره تکون میخوره، مش شبکه هم فشرده میشه، گشاد میشه، فشرده میشه، گشاد میشه. اگه شبکه ثابت باشه شما اینجا باید از همین سرعت استفاده کنید. اگه شبکه شما همراه با ذره سر حرکت کنه، مثلا نیاز نیست اینا رو لحاظ کنیم، فرمولاسیون ساده میشه به مشتق ساده زمانی. اگه مش واسه خودش حرکت کنه، جریان سیال هم واسه خودش حرکت کنه، مثلا سرعت هایی که اینجا میذاریم باید سرعت سیال نسبت به مش باشه، یعنی مش میره بالا سیال میبره میره، باید نسبت به هم بذارید. از ریلیتیو ولوسیتی استفاده کنید که بیان واسه کاربرد خودش. یه نکته اینجا هست برم، متریال ریلیتیو من در مورد مشتق مادی هم یک ویدیو ضبط کردم، هم در مورد قضیه انتقال ریموز هم یک ویدیو ضبط کردم. ریموز ترانسپورت تئوری، مشتق مادی شکل دیفرانسیلیه، ریموز ترانسپورت تئوری هم شکل آدم بزرگش کنه انتگرالی همون مشتق مادی است. ما یه نگرش لاگرانژی داریم، نگرش اویلری که این دوتا رو مشتق مادی به هم ارتباط میده، پل بین این دوتا مشتق مادی است. یه نگرش لاگرانژی در حالت ماکروسکوپیک تبدیل میشه به مس کنترل مس، یعنی جرم کنترل یا سیستم. نگرش اویلری در حالت ماکروسکوپیک تبدیل میشه به کنترل والیوم یا حجم کنترل، که اون دوتا رو حجم کنترل رو به سیستم RTT به هم متصل میکنه، ریموز ترانسپورت تئوری. این شکل ماکروسکوپیک هست، این شکل میکروسکوپیکه، این شکل تودهیه، این شکل نقطه‌ای هست، در نقطه بحث میکنه، اون برای توده یه حجم کنترل یا جرم کنترل بحث میکنه. این هم در مورد RTT یک ویدیو دیگه من ضبط کردم، مراجعه کنید به اینجا. و نکته بعدی این هست که ما روش های عددی هم که داریم، هم باز لاگرانژی داریم با اویلری، مثلا فاینت والیوم، فاینت دیفرنس، نه اینکه تو CFT
کارشناسی آموزش داده میشه، همه این روش‌های اولیوی هستن که فرمولاسیونشون پیچیده است. من که می‌گم باید برای اینکه نرخ کمیت رو حساب کنی شما از این فرمول استفاده کنی. خب اگه اینجا به جای دایره شما سرعت بذارید میشه نرخ توسط میشه تا بخواید در معادله دوم شتاب رو بذارید باید از این استفاده کنید. خب این سرعت اگه به سرعت در بشه مثلا غیر خطی میشه، غیر خطی بشه یه حلش غیر تحلیلش غیر ممکن میشه، حلهای عددیش دشوار میشه. پس نگرش اولیه مشکلی که ایجاد میکنه اینی که فرمولاسیونتون پیچیده میکنه. نگرش برنامه خیلی جمع و جورتره، یه مشکل ساده نیست، دینامیک هر زمانش روش عددی هم نیستم که هستن که شکل پیچیده معادلات نبرسوکس رو حل میکنن. خب اونها طبعا معادلات غیر خطی هم دشواری های خاص خودشون مثل فاینت والیوم، فاینت الیمنت، فاینت دیفرنس. یه سری معادلات هستن که خب از شکل لاگرانژی است، روش های عددی هستن که شکل لاگرانژی معادلات حل میکنن، مثل اسموث پارتیکل هایدرودینامیکس SPH. اگر سرچ کنید این اصول هستن بر اساس پارتیکل بیست، روش پارتیکل ها رو دنبال میکنه. MD یا مولکولار داینامیکس این ذرات رو دنبال میکنه، یه مولکولی که داره حرکت میکنه برخورد میکنه شکلش چجوریه و چجوری منعکس میشه و به دیوار میخوره چی میشه. کاملا لاگرانژیان هست، یعنی ذرات رو حرکتشون رو دنبال میکنه. SPH هم همینجوری است، این طرحش اینه که یه مولکول رو دنبال میکنه، این یک توده، یک ذره سیال دنبال، یک پارتیکل بیسته، این مولکولار بیسته یا اتمیستیکه، اتمیه، واقعا اتم مولکول. مثلا آب مولکول قطبی داره، مثبت منفی توش هست، خب اون فرق میکنه با یه گاز خنثی مثل آرگون در درجه مولکول. اما در درجه اسپیش پارتیکل است، یعنی مجموعی از اینا هست در اصل به صورت یک نقطه دنده داره گرفته میشه. بیشتر از این هم نیاز نیست توضیح بدیم، ولی خب صورت کاربردهایی که شما مثلا دنبال کانتامینیشن ریموال هستید، یعنی میخواین دفع آلودگی رو بررسی کنید، ببینید یه ذره سیال الان کجا رفت، چقدر ماندگاری داره، ای جاب ای چقدر، سن هوا چقدر، این آلودگی کجاها بیشتر تمرکز میکنه، تو بحثای کلین روم اینا مطرح میشه. خب اونها از روشهای لاگرانژی مناسبتر هست برای شما. ذراتی که پارتیکل توشون هست، پارتیکل لیدن فلو، جرنهای حاوی ذره تو کاربردهای اقیانوسی مطرح میشه، خیلی کاربردهای دیگه هم هست. همه اینها شما از روشهای لاگرانژی باعث نان فلوید ها من یادم افتاد، جرنهای دو فاز، سه فاز و الاخر. ولی در مسائلی که کلاسیک‌تر هستن، خب طبعاً دو فاز نیستن، ذره ندارن، اینها میشه از روش‌های کلاسیک‌تر استفاده کرد. اما حالا میخوام پاسخ مثل فاینت والیو، مثل فاینت الیمنت که اولیری هستن، کلاسیک هم نگرش کلاسیک مکانیک سر اولیریه که نگرش غالب هست. نگرش مدرن‌ترش لاگرانژیان هست که به دلیلی که الان خواهم گفت کمتر استفاده میشه تا الان. و اون هم این دو نکته ای که میبینید، نه ای به روش های لاگرانژی با اولیس، روش لاگرانژی ای بشه که زمان مثباتی که لازمه تا اون معادله حل بشه خیلی بالاست، خیلی بالاست. یعنی شما باید یک کامپیوتر بزنید مثلا یه ماه کار بکنه، یک کامپیوتر خوب و یه سوپر کامپیوتر، و 10 روز بزنید کار بکنه تا جواب تولید کنه. علت اینکه نگرش های لاگرانژی کم کم دارن جاشون رو وا میکنن اینکه ما کامپیوتر خوب نداشتیم، و هر چقدر دارن کامپیوترهای با قدرت مثباتی بیشتر تولید میشن، ما میتونیم از نگرش های لاگرانژی استفاده بهتری بکنیم. و این جمله دوم ای به روش اولیریس هم روی که از کردن معادلات حاکم در نگرش اولیری غیر خطی هستن، پیچیده هستن، کامپلکس هستن. شما این به مشتق زمانی خیلی سواله میخواهیم بگیم، باید از این بگیم، نمیدون از اون بگیم. حالا ای به این مزیت اونه، ای به اون مزیت اینه، یعنی روش اولیری زمان مناسباتیشون مشکل داریم، معادله پیچیده است ولی زمان مناسباتی برای حلش کمتره. در شکل معکوس معادلات لاگرانژی، خب معادلات اولیری خب معادله شکل پیچیده‌ای داره ولی زمان مثباتی کمتره. به شکل معکوس نگرش‌های لاگرانژی فرمولاسیون ساده‌ای داره، کدنویسی وقتی شما می‌خواید بکنید خیلی راحت‌تر می‌تونید کدنویسی کنید. اون مشکلاتی که در معادله نبرسوکس برای این جمله مشتق مادی داریم شما در روش برای مثال ام وی ندارید. شما این ضرب اف مساوی ام آر رو ببینید به حرکت می‌کنه می‌خوره برام بخاطر کدنویسی معادلات حاکم بر نگرش‌های لاگرانژی ساده‌تر از معادلات اولیری هستن، ولی به خاطر هم کاربرد کمتر هم اینکه زمان محاسباتی زیادی دارن، هنوز استفاده از نگرش اولیری فقط هنوز جایگاه خودش رو در مکانیک سیارات داره، ولی این معلوم نیست 20 تا 30 سال آینده این روند تغییر بکنه یا نکنه. امروز قرار هست در مورد یکی از مهمترین اپراتورهای مکانیک سیارات به نام مشتق مادی صحبت بکنیم که به وفور در درس‌های دیگه‌تون در مقاطع بالاتری حتی در کارشناسی بهش استفاده خواهید کرد. این اپراتور در مورد نرخ صحبت میکنه. نرخ یعنی تغییرات زمانی. شما اگه قبل یه مرور روی معادلات بقا بکنید خواهید دید که اهمیت نرخ زمانی تغییر کمیت ها تو چیست. قانون بهای جرم میگوید نرخ زمانی جرم صفر، یعنی تغییرات جرم با زمان نه تولید میشه نه نابود میشه. قانون بهای اندازه حرکت میگوید نرخ تغییرات اندازه حرکت، تغییرات زمانیش در برابر نیروهای وارد به حجم کننده است و الی آخر.
دوستان ازم در میکنی سرت ما محاسبه نرخ متفاوت است با چیزی که شما در بیرستان میشناسید. برای مثلا اگه بگم شتاب رو حساب کنیم، چون شتاب خب نرخ سرعته، ولی این نرخ رو برای راجبی صحبت بکنیم ببینید دقیقا یعنی چی. برای مثال شما در بیرستان میگفتید اگه یک سرعتی با زمان تغییر نکنه شتابی صفر، اما در میکنی سرت اینجوری نیست، میتونید یک میدان سرعت استدی استیت داشته باشید ولی شتاب دار باشید. پس با این مثال نگاه کنیم به فرمولی که رو تخته میشه. یه نکته بعدش شروع کنم، نگرش لاگرانژی و اولویس. شما با این نگرش حالا میشه ویدیویی راجبش ثبت کرد، با شما هستید. در نگرش لاگرانژی شما سوار بر ذره حرکت میکنید، مثل یک جسم جامد یک کامیونی که سوارشون هر همراهش با حرکت میکنید. میگم شما کجا هستید، میگید که به عبارت دیگه بردار مکان در نگرش لاگرانژی جزء کمیت های وابسته است. اما در نگرش اولویی ما عنوان ناظر ساکن که در این سیار رو نگاه میکنیم، بردار مکان جزء کمیت های مستقله. من میگم سرعت در این سیار چنده، شما میگید کی و کجا. به عبارت دیگر در نگرش لاگرانژی اگه بگم تنرخ کمیت ها رو حساب کنید، شما میگید دی به دی تی. چرا؟ چون تی تنها کمیت مستقله مثلا. دی به دی تی که در دبیرستان شما آشنا هستید، مشتق ساده نسبت به زمان. اما اگر در نگرش اولویی بگویم نرخ تغییر کمیت ها چقدر هست، شما چون زمان تنها کمیت مستقل نیست و مکان هم هست، باید از مشتقات زنجیری یا چین رول استفاده کنید. برای مثال بگم دی به دی تی در نگرش اویلریشی هست، میگید روند به روند ایکس یا روند مشتقات نسبی باید استفاده کنید، به علاوه روند به روند ایکس، روند ایکس به روند تی، روند به روند وای، روند وای به روند تی، روند به روند زد، روند زد به روند تی. به عبارت دیگر تابعیت بردار مکان که ایکس و وای و زد هست با زمان رو شما خودتون داخل معادله لحاظ میکنید. در عوض دیگه از این به بعد وقتی از این معادله بزرگتر استفاده میکنید، تابعیت بردار مکان رو جز کمیت های مستقل به مثل لحاظ خواهید کرد. که خب با توجه به فرمول خط مسیر روند ایکس روند تی میشه یو، روند وای روند تی میشه وی، روند زد روند تی هم میشه در یو. که اگه بازنویسی کنید پس نرخ تغییری هر کمیتی میشه روند روند تی به علاوه یو روند روند ایکس، وی روند روند وای در یو روند روند زد. که این کادرهای باکس های قرمز رنگی که میدونید میتونه هر چیزی باشه، مثلا اتا تی باشه، فی باشه، هر چیزی که به شما در مکانیک سریع با نگرش اویدری که قالب هست فعلا پرسیدن نرخش چقدر تغییر میکنه، شما باید از مشتق مادی استفاده کنید نه از مشتق ساده. این اشتباه رو نکنید. مثلا برای شما گفتن که یه میدان سرعت و دما رو دادن، گفتن که نرخ تغییرات دما چقدر، شما نباید مشتق ساده نسبت به زمان بگیرید. و حواستون باشه ما در مکانیک سیارات اگر بخوایم مشتق زمانی رو بگیریم باید سرعت هم بهتون داده شده باشه، نمیشه یه دونه دما رو بدم بگم نرخش رو حساب کنید. حتما باید بردار سرعت رو بدیم و سوار بر اون بردار سرعت هست که دماجا تغییر میکنه. پس نرخ تغییرات هر کمیتی نسبت به زمان وابسته هست به بردار سرعت و بعد مشتقات اون چیز نسبت به مکان روند روند ایکس روند 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 و بعد این به سطح اپراتور برداری به نمیزی این که اسکالر این هم به ضرب داخلی یو و یو در یو میشه بردار سرعت روند روند ایکس روند روند که میشه اپراتور د، چون ضرب داخلی بشه یعنی جای خالی میتونه هر چیزی باشه. پس اپراتور مشتق مادی به لحاظ ریاضی چیزی نیست جز یک مشتقات زنجیره‌ای. به لحاظ فیزیکی نگرش لاگرانژی رو به نگرش اولویی مرتبط میکنه. به لحاظ ریاضی یک جمله تبدیل میشه به چهار جمله که این جملات جملات غیر خطی میتونن باشن. اگه این داخل کادرای قرمز سرعت باشه غیر خطی خواهد شد. بسیار دشواری های حل سیارات نسبت به جملات جامعه پلاستیک، چون در جامعه پلاستیک هم وقتی نوعی وارد پلاستیک میشن هم دوباره مشتق اینجوری حساب میشه. دشواری رفتار سیال به خاطر وجود همون جملات اضافه شده است، قاعده زنجیری است. حالا بعض طرف دیگه به این مشتق روندرامتی مشتق خطی یا مشتق لوکال گفته میشه، چون لوکال رفتی به مکانهای دیگه نه، در یه نقطه به شکل موضعی با زمان است. و به اون سطح های دیگه مشتقات جا به جایی گفته میشه، چون به خاطر جا به جایی ذرات نسبت به هم ایجاد میشه و این یکی لوکال در نقطه است با زمان کم و زیاد میشه. یه مثال هم کنیم، یه آر به شما میدونه که مشتق مکان میشه سرعت، این هر در بیرستان بیاد داره. اما ما اینجا نمیدیم یه رفتار اون رفتار سیار گونه است، باید مشتق مادی مکان رو بگیم. مشتق مادی این اپراتور رو کپی پیست کنیم، رون براند تی یو رون براند ایز نه همجنس هم مهم بگیم، وی رون براند وای در دلی رون براند
ز. اینجا داخل اون باکس های قرمز رنگ بردار مکان قرار دارید. مشتقات هم مشتق x نسبت به t صفر. چرا؟ چون در نگرش اولری ما خودمون تابعیت مکان با زمان رو لحاظ کردیم که دیگه این دوتا از هم یه مستقل باشن، این نسبت به هم مشتق ندارن، هر ستا صفر. اینجا هم dx برام dx میشه یک، بقیه میشه صفر. اینجا وسطی میشه یک، بردار میشه یک و صفر و صفر. این با هم که داره هست میشه یک و صفر و صفر، میشه صفر و یک و صفر، میشه صفر و بی و صفر، پس با میان هم جمع هایی میشه بردار صفر. پس مشتق مادی مکان میشه صفر. این هم رو میشه برای سرعت نوشت، مشتق مادی سرعت خواهد شد بردار شتاب، که من در مثال کارتزیان ستاره واسهتون بس دادم، مادی افق ایکس شتاب، وای شتاب، زد شتاب. این سیاه پنگایی که اینجا میبینید همون اپراتور شو اسکالر اپراتور مشتق مادی ضرب داخلی دو بردار، این هم که اسکالر در جهت های مختلف مؤلفه نداره، کپی پیست میشه که همون اپراتور نوشته میشه. فقط جاهای خالی رو اگر این مؤلفه ایکس شتاب میخواییم باید یو بذارید، اگر وای میخواییم بی بذارید، اگر زد میخواییم دبل یو باید بذارید. پس اینه شتاب به جای اینکه سه تا باشه تبدیل میشه به 12 جمله، 9 تا مشتق جابجایی، 3 تا مشتق لوکال. حالا دوباره سوال میپرسم، اگه میدان سرعت تابع زمان نباشد آیا شتابش صفر؟ اگه تابع زمان نباشه باید نه صفر، اما اونا میتونه صفر باشه. پس میتونه یک میدان سرعت استدی استیت شتاب دار باشه. چه زمان اینها صفر هم وقتی با زمان تغییر نکنه، چه زمان تون شوند از شتاب وقتی که سرعت با زمان زیاد بشه. شما اون کنچه من در بسواری رو با آشنا هستید کنید. در مورد اون نوع‌های دیگه میخواییم صحبت بکنیم. این رو دید پیدا کنید که اینها چرا به این ما میگن شتاب. مثلا فرض کنید که یک اتوبانی رو نظر بگیرید که یک سری ماشین توش دارن حرکت میکنه. این ماشین ها اگر شما راننده ای باشید که سوار هر اون ماشین هستید و ماشین حرکت میکنید، نگرش لابرانجی باشه، در اون شما تنها شتابی که حس خواهید کرد اینه که یا گاز بدید با سرعت زیاد بشه با زمان، یا ترمز کنید کم بشه. اما اگر نگرش اولدری باشه، شما ناظر ساکن کنار جاده باشید و این مجموعه رو نگاه بکنید، اون وقت دو جور شتاب میتونید ببینید. یکی دوباره همون ذره با زمان یا یه ذره یه ماشینی به بارد دیگه که بهش میگه مشتق لوکال گاز بده یا ترمز کنه، و دوم اینکه حرکت ماشین ها نسبت به هم هم روی هم تأثیر گذار و شتاب دیگری اینجا خواهد کرد که بهش میگیم شتاب جابجا. که یک ساعت شن رو در نظر بگیرید، فرض کنید ذره شن رو ما پرت کنیم به تنهایی، اون موقع خوب طبیعتا اون سه یک جسم جامد حرکت میکنه، شتابش میشه همون خودش، ولی مشتق ساده نسبت به زمان. ولی اگر یک ساعتش اینجا در نظر بگیریم، اون رفتار سیار اونی که داخلش ایجاد میشه همون نماینده مشتقات جا به جاییست. خب برای این بازی درک بهتری نسبت به این مشتقات ایجاد بشه، نگاه کنید به این نه جمله، این سه جمله شبیه هم دیگه هستن، چون فقط جهت محور مختص و درد میشه بی رون برونده وای دبل یو رون برونده دبل یو برونده و یو رونده یو برونده ایکس. این جملات متقابل هم شبیه هم دیگه هستن، فقط جهت محور مختصاتش عوض میشه. این دوتا هم این هم هست، چون که این فقط در جهت وای و در جهت زده. اگه این دوتا رو یاد بدید اون سه میرم یاد خواهید گرفت. چه زمان اینها تون شوند هستن وقتی این مستقر مستقر باشه، یا این منفی منفی باشه. چه زمان کم شوند از وقتی این مثبت یا این منفی باشه، یا این برعکسش حالت معکوسش. چه زمان صفر بگیری یا اصلا سرعتی وجود نداشته باشه، یعنی اون ماشین هایی که اتوبان دارن حرکت میکنن رو هم تأثیر ندارن، جدا از هم حرکت کنن، یا اگر سرعتی هم هست تغییرات سرعتی نباشه، این دوتا با هم دیگه حرکت بکنن. این با هم دیگه حرکت کردن باعث میشه که با هم نتونن تأثیر بذارن. باز من اینکه درکی بهتری داشت، من این دوتا رو براتون نوشتم، بقیه رو خودتون به عنوان تمرین میتونید به دست بیارید. U رانده U برانده X، U رانده و V رانده U برانده Y. همین چرا این شتاب هست؟ V رانده U برانده Y نگاه کنید، V یعنی یک سرعت رو به بالا، من به عنوان زده سایم دارم رو به بالا حرکت میکنم. رانده U برانده Y، Y رو به بالاست، U مدده توی فوق سرعت. رانده U برانده Y مثبت، یعنی پایین سرعتش نسبت به بالا کمتره، با افزایش Y سرعت زیاد میشه. پس من یک ذره سیاری هستم که از ماهی کم سرعت وارد یک ماهی پر سرعت میشم. پس شتابی در جهت X تون شونده خواهم گرفت، تون شونده و در جهت X خواهم گرفت. عکسش هم که خودتون میتونید ببینید، یعنی اینکه V مثلا برای منفی باشه، جهت مختصات ها عوض کنید،
یا فرض کنید که هم دیجو به اون دوای منفی باشه، من یک سریال در بی مثبت رو بالا برم حرکت میکنم، از یه ناحیه پرسرعت به ناحیه کم سرعت تر بدن شتاب کنشونده در راستای ایکس به هم داره خواهد شد. یا این جمله رو نگاه کنید، یو روند یو به روند ایکس، یعنی یک ذره سر بسن رو به جلو حرکت میکنم، یو روند یو به روند ایکس منفی، یعنی ذره جلوی من یو روند یو به روند ایکس، ایکس هم رو به جلوست، یو هم سرعت در همون راست است، ذره جلوی من در کنشونده حرکت میکنه، پس کنتر از من حرکت میکنه، پس این شتاب کنشونده به من باید خواهد کرد. یا این کاره یو منفی باشه جهت میفرم مختصات رو عوض کنید همین خواهد شد. یا رفتارید نباید بمانه تمرین خوب میتونید خودتون دارید انجام بدید. مورد بعدی که باید توی این فصل با هم مرور بکنیم، طبق آن چیزی که در پای تختم با هم دیگه مرور کردیم، نگرش لاگرانژی و اویلری هست، یا لاگرانژیان مکانیکس یا اویلریان مکانیکس. در مورد مزایا و معایبش فکر میکنم من با بیان ساده و یه مقدار در حد کارشناسی تو قسمت‌های قبل صحبت کردم که یک مروری هم شده باشه، و البته مشتق مادی به عنوان پل ارتباطی بین نگرش لاگرانژی و اویلری در قسمت قبل اثبات کردم، نوشتم. اینجا یه مقدار اجازه بدید مسئله رو پیشرفته ترش بکنیم، نکات کامل‌تر بگیم. حالا دوستانی که کارشناسی هستن شاید نیاز نداشته باشن دیگه مطلب رو گوش بدن، ولی به نظرم بد نیست اگه اینها رو در نظر بگیرید. فرض کن یک پارتیکلی در فضا رو در نظر بگیرید شما که از زمان آغازین حرکت که شکل اولیه‌اش کاسف بوده شروع میکنه به حرکت کردن و دیفورم شدن، و در طول هستی مسیر خودش وقتی روی خط مسیر خودش حرکت میکنه در زمان دلخواه تی شکلش کایتی میشه. کاسف یعنی دیفورم، شکل اولیه خودش، دیفورم کانفیگوریشنی که داره در زمان اولیه، هر چقدر که داره حرکت میکنه رو خط مسیر خودش میره جلو، به کایتی در زمانهای مختلف ایجال کام میتونه، هر البته جز دیفورمیشن و کانفیگوریشن هر خاصیت دیگه ای هم باشه. و البته نرخ تغییراتش رو به، چون در معادلات بقا همونجوری که گفتم ما نرخ تغییرات رو داریم دیگه، و مشتق مادی رو در حقیقت اینجا میخوام پای ریزی کنم. که اگه یادتون بیاد وقتی من جبر برداری رو داشتم میگفتم تو فصل قبل، گفتم ما دو جور تغییرات داریم، یا تغییر زمانی داریم در علم فیزیک، یا تغییر مکانی داریم. که اگه تغییر مکانی مد نظر شما باشه، خب اپراتور گرادیان رو معرفی کردیم، دیورژانس و لاپلاسیان و الی، و گفتیم اگه تغییرات زمانی مد نظر شما باشه، از اپراتور مشتق مادی که در اینجا باید استفاده بکنیم باید کمک بگیرید که تغییرات زمانی رو بتونید به درستی حساب بکنید. پس هدف ما در نهایت محاسبه نرخ زمانی کمیت ها است. من میخوام شتاب رو برای یک سیال حساب کنم، دیگه نمیتونم مشتق ساده نسبت به زمان بگیرم. اینجا هست که نگرش لاگرانژی و اویلری مطرح میشه. خب در نگرش لاگرانژی شما فرض میکنید که یک ذره‌ای در زمان آغازین خرای خودش تو پوزیشن x0 i بوده، i x i که نمیشه یعنی بردار، این i نان ریپیتینگ وریبل که بردار، x0 یعنی اولیه، روی خط مسیر خودش حرکت میکنه که این x های مختلف اگه به هم وصل کنین مسیر حرکت اون پارتیکل یا خط مسیرش میشه. این داره به شما میگوید که این موقعیت x i من، موقعیت x ذره من در زمان t تابعی است از اون جای اولیه‌ای که ازش شروع کرده به حرکت و زمان. این معادله خط مسیر دقیقاً در مکانیک ثابت ما ببینیم خط مسیر. و xi رو یک spatial coordinate هست که متصل شده به ذره. پس نگرش لاگرانژی یعنی ذره‌ای که داره حرکت میکنه و من به عنوان یک مختصات فضایی رفتم چسبیدم به ذره و همراه باهاش داره حرکت میکنم در زمانهای مختلف، مکان و بردار مثلا سرعت و شتاب و همه اینها رو گزارش میکنم. و همونجوری که مشخصه مکان در نگرش لاگرانژی کمیت وابسته است، یعنی باید محاسبه بشه، به عنوان ورودی داده نمیشه. x0 رو میگیم ریفرنس، نقطه آغازین، جایی که این ازش شروع کرده به حرکت کردن که یک مقدار مشخص. و این f هم که اینجا میبینید یه مپه که به شما یه نگاشته که به شما میگه ذره‌ای که تو x0 بوده اول در زمان مثلا 3 ثانیه الان کجاست. این نگرش خب نگرش غالب در مکانیک جامدات هست و البته در مکانیک سیالات هم جدیداً به خاطر رشد کامپیوترها بسیار رشد کرده. معادله بولتزمن رو مثلا نگرش معادله بولتزمن بر اساس همین داستان هست و الی آخر، دیگه اجازه بدید واردش نشم. اما مشابه با بردار مکان که در قسمت قبل گفتم، شما میتونید یک خاصیت دلخواه مثل دما، فشار، هر چی که با اتا نشون دادم، تانسور مرتبه دلخواه هم میتونه باشه، هر چی، حالا جی کی فلان رو هم به همین صورت بنویسید و به این در حالت کلی اتایی که به دست میاد که میتونه هر تانسوری باشه، مثلا سرعت باشه فقط یه اندیس نیاز داره، مثلا تنش باشه دو تا اندیس نیاز داره، حده یه تابعی خواهد شد از اون موقعیت اولیه ذره و
زمان. به این میگیم نگرش لاگرانژی. ولی این کافی نیست، من دنبال نرخ تغییراتم. پس چون تنها چیزی که داخل پرانتز وجود داره و متغیر تی هست، این که موقعیت اولیه ذره ثابت یه عدد مشخص، وقتی من مشتق میگیرم از طرفین میتونم مشتق معمولی بگیرم. من میپرسن چه دی به دی تی اتا میشه روند به روند تی اتا، همون مشتق معمولی که ما بلدیم، و چون اتا فقط تابع یک کمیته و ایکس اف یک مقدار مشخص. خب به خاطر همین نگرش لاگرانژی به لحاظ فرمولاسیون ریاضی خب ساده تره دیگه، و میبینید مثلا میخوام شتاب حساب کنم، کافی از سرعت مشتق معمولی بگیرم دیگه، نیاز نیست برم کار دیگه بکنم که در ادامه خواهید دید. در نگرش اویلر این دفعه شما به عنوان یک ناظر ساکن نظارگر هستید و میخواهید ببینید چه بلایی سر سیالی میفته که در حال حرکت. برای مثال خب در اینجا دیگه دنبال این هستم که این پوزیشن اول حرکت پارتیکل از بازی حذف بکنم، چون من که نمیدونم پارتیکل نمیدونم چیه. در نگرش اویلری یک موقعیت مشخصی در فضا هست، من میگم سرعت این نقطه در زمان فلان چقدره، یه کاری ندارم چه پارتیکلی میاد چه پارتیکلی میره، در نتیجه دنبال اینم این ایکس اف رو از بازی حذف بکنم. خب میام نگاه میکنم اینجا، میگم که خب این افی که در این قسمت داشتم اینجا ایکس آی، این اف اگه من اینورسش بکنم میتونم ایکس اف رو به دست بیارم. جای ایکس آی و ایکس اف رو با هم عوض کردم، قبلا ایکس آی سمت چپ بود، ایکس اف رو داخل پرانتز بود، الان بلکس شده. پس اینورس تابع اف اگه من بتونم پیدا کنم، میتونم بر حسب ایکس های مختلف اون ایکس صفر اولیه موقعیت پارتیکل ها رو به دست بیارم. یه جوری دو معادله دو مشهور چجوری حذف میکنی، یکی رو از یکی میذارین تو یکی حذف میکنی، همون کار دارم میکنم. من ایکس صفر رو به دست آوردم، میخوام اینو جاگذاری کنم توی این رابطه ای که اینجا میبینید و ایکس صفر رو از بازی حذفش بکنم، نگرش اویلری به دست بیارم. که حالا سوال اینه که همیشه میتونم یک چنین مپی پیدا کرد یا اینورسی پیدا کرد که این کار انجام بده؟ پاسخ منفی است. خب جیکوبیان اصلا اینجا جاکوبیان اینجا مطرح میشه که ماتریس جاکوبیان تشکیل خواهید داد، روند ایکس آی به روند ایکس صفر جی ها رو مثال حل خواهم کرد از این براتون در ادامه. دترمینان این که جاکوبیان باشه اگر صفر نباشد، در اون صورت شما می توانید یک چنین کاری انجام بدهید. پس اگه بگن چه زمانی مجازه، شما اینو باید حساب کنید، مساوی صفر نذارید، به تس اگه صفر شد بگید مجاز نیست، اگه نشد بگید هست. مثال عرض خواهم کرد، در قالب مثال اینو بحث کنیم، فکر کنم واضح تر باشه که این ایکس آی که میبینید همون اف دیگه، در حقیقت ایکس تابعیتش با ایکس صفر همون اف هست که از این افی که در بالا دیدید، افی که اینجا دیدید، اف تابع ایکس صفر هست. اگه مشتق بگیرید نسبت به ایکس صفر آی ها، یعنی ایکس و وای و زد در حالت کارتزیان، میتونید در حقیقت این جاکوبیان حساب کنید، چیز سختی نیست. خب حالا این به هر صورت الان اینو که متوجه شدیم، این معادله 222 رو جاگذاری کنیم تو معادله 220 که اینجا هست تا ایکس صفر از بازی حذف بشه. خب من میام اینجا این کارو میکنم، این که اتای کمیت دلخواهی تابعی از این لاگرانژی بود، چون داخل پرانتز من ایکس صفر میبینم و تی، میام به جای ایکس صفر میذارم اف اینورس ایکس آی تی و این اتا رو میکنم اتا پریم. در عوض این یه تابعی است دیگه، حالا من کار ندارم مثلا چه تابعی است، ولی هر چیزی که مهمه این توش داخلش زمان داره و مکان. پس میام زمانی که داشتم مکانم میذارم اینجا، یک تاب پریم میذارم اینجا، یعنی این تابعی که دارم مطمئنا با این تابع فرق میکنه، ولی هر آنچه که از داخل پرانتز من یه ایکس آی دارم و یه تی دارم که اینجا این اویلری میشه. پس ببین در نگرش اویلری من ایکس آی دارم و تی، در نگرش لاگرانژی ایکس صفر آی دارم و تی، ایکس صفر زمان تو هر جفتش وجود داره. البته در نگرش اویلری زمان قابل حذفه، چون من میتونم زمان اینجا حذف کنم فقط ایکس آی بمونه، اما در نگرش لاگرانژی شما نمیتونید زمان حذف کنید، چون تنها متغیر مسئله زمانه. اگه اینو حذف کنید دیگه چیزی نمیمونه که، ایکس اف که این مقدار ثابت. خب بعد بریم سراغ حالا ماتریال دریویتیو که گفتم، همین کاری که گفتم رو در این دفعه با مشتق این چیزی که اینجا بود انجام بدید. و دوباره من اینو نوشتم اینجا، نرخ تغییرات در نگرش لاگرانژی برابر شده است با به جای اتا نوشتم اتا پریم تابعی از ایکس آی تی. ولی یه نکته اینجا مطرح میشه، اینجا دیگه من وقتی مشتق میگیرم یه مشتق نمیتونم بگیرم، چون در داخل پرانتز من دو متغیر وجود داره، اینجا یه متغیر بود، اینجا دو متغیر وجود داره، در نتیجه اینجا باید بگم روند به روند تی قبول به علاوه روند همین موجود به روند ایکس ام دی ایکس ام به دی تی، ام یک دامی وریبله، مثلا حالا من چون آی جی که این استفاده کرده بودم ام گذاشتم، یه متغیر خلاصه، شما مثلا ال بذارید پی بذارید هر چی دوست دارید بذارید. ولی آن چیزی که هست میگه مشتقات زنجیره‌ای، چون ایکس خودش تابع زمان هست، در نتیجه منشم روند این موجود به روند ایکس
DX به DT که این پکیجی که اینجا ملاحظه میکنید که به این که این سرعت دیگه DX به DT میشه سرعت، این میگم مشتق مادی که برای کامپکت شدن فرمولاسیون جمع جور شدن با دی بزرگ به دیتی نشون میدیم که در نگرش اویلری هست، که به این اولی میگوییم مشتق لوکال، به این دومی میگیم مشتق جابجایی و تو دومی مشتق نسبت به مکان وجود داره، تو اولی نسبت به زمان وجود داره. و البته شکل انتگرالی این رابطه قضیه رینولدز ترانسپورت تئورم هست که این رو هم جداگانه در ویدیوهای دیگری راجبش صحبت کردم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که حالا ممکنه بگید شما من به عنوان یک ناظر، نه ناظر ساکنی هستم که یک میدان جریانی رو نگاه کنم، بهش میگیم اویلری، فولی اویلریان، و نه یک ناظری هستم که سوار بر ذره و همراه باهاش حرکت کنم که فولی لاگرانجیان، کاملا لاگرانجی باشه، بلکه یک ناظری هستم که هم دارم با یه سرعت دلخواهی برای خودم حرکت میکنم، نه ساکن هستم نه همراه با ذره حرکت میکنم. خب اینجا چی میشه؟ میگیم به این میگوین نگرش دلخواه لاگرانجی اویلری، آربیتری لاگرانجیان اویلریان یا ALE فرمولیشن. این مقالات منو میتونید به وفور مراجعه کنید، کاربرداش در مسائل مووینگ باوندری هست، مسائل با سطح آزاد هست، در پلاستیسیته هست وقتی که وارد ناحیه پلاستیک میشه، مکانیک برخورد هست وقتی دوتا ماده با هم برخورد میکنن، تصادف میکنن، دیفورمیشن ایجاد میشه، یه پرنده ای چه میدونم میخوره به یه چیزی خمش میکنه، یا هواپیمایی که میخوره به یه سازه ای لهش میکنه، اینا همه تو این مقوله میتونه از این نگرش ALE استفاده بشه، حتی در مکانیک جامدان همونجوری که عرض کردم. نکتهش اینجا هستش که شما، من خیلی ساده دارم به شما میگم، این هست این مشتق مادی که بدین صورت نوشته شد، این مشتق زمانی رو کار نداشته باشید، اینها رو هم کار نداشته باشید، اینجا بیایید وقتی دارید سرعت ها رو حساب میکنید اینها رو نسبت به اون ناظری که داره متحرکه حساب بکنید. حالا اگه ناظر من ساکن باشه، خب یک برداری نسبت به یک ناظر ساکن هم خود بردار میشه دیگه، میشه اویلری، یعنی خود برد، این دیگه نیاز نیست آر رو اینجا بنویسید شما. اگر کوردینیت من همراه با ذره سیال حرکت کنه، اون وقت سرعت نسبی اینا صفر میشه، این جمله هست میشه، همون مشتق ساده ایجاد میشه. پس ALE که دارم من به شما میگم یک حالت تعمیم یافته یا حالت بینابینی نگرش لاگرانژی و اویلری است که میتونه در حالت حدی به هر جفتش خط بشه. حالا اگه سرعت دلخواه داشته باشه، شما میایید میگید من سرعتی که تو اینجا هست، دقت کنید فقط این سرعت ها اینو دارم میگم، بقیه موارد کار ندارم، مثلا این سرعت رو نسبت به ناظر متحرک، ناظر داره اونوری میره، من باید نسبت به اون بسنجم. همین تنها تغییری که ایجاد میشه فقط این هستش که باید سرعت ها نسبت به ناظر، مثلا مووینگ باوندری، فرض کنید استوانه نوسانی رو مقاله من مراجعه کنید، استوانه نوسانی مشی زدید شما، وقتی این استوانه نوسان میکنه مش اطرافش هم نوسان میکنه، و خب این یه مشی است که تو بک‌گراند وجود داره، حالا یه سیالی هم روش حرکت میکنه. وقتی من میگم شبکه بندی داره حرکت میکنه، یعنی ناظری که داره به صورت دلخواه واسه خودش حرکت میکنه، حالا یه سیالی هم روی اون داره حرکت میکنه. حالا در این وقتی معادله رو حل میکنید، شما باید اونجا سرعت رو نسبت به سرعت شبکه بندی محاسبه بکنید. اینو تو مقالاتون دقت کنید، چون بچه‌ها معمولا تزاشون که انجام میدن وقتی که مووینگ باوندری هست نمیدونن که تو در داخل سالورشون مثلا فلوئنت یا اوپن فوم این هست، ولی ما چون خودمون کد می‌نوشتیم اینا رو لمس می‌کردیم با وجودمون، ولی وقتی تو تزشون دارن معادله حاکم می‌نویسن دقت نمی‌کنن که باید اینجا در داخل این معادله مشتق مادی در نویر استوکس برای مثال اون رو به صورت نسبی بگن، بگن که من این صورت نسبت به شبکه حساب کردم. برای اینکه مطلب جا بیفته یه مثال حل کنیم، فرض کنید که خط مسیر برای یک ذره ای در داده شده. حالا اصلا من نمیدونم این چیه. به نظر شما این لاگرانژی یا اویلری؟ یعنی الان برای یک چنین ایکس وای زد پوزیشنی که داده شده خط مسیر میشه. جوابش معلومه، چون خط مسیر گفتم یعنی لاگرانژی دیگه. یا یه به عبارت دیگه وقتی شما برای اینکه ایکس وای زد رو حساب کنید، در نگرش اویلری ما اصلا پوزیشن نداریم. ما سرعت رو میفهمیم چیه. اونجا میگویید اصلا ورودی به مکان رو به عنوان ورودی میدیم به شما در نگرش اویلری. اینجا اصلا بردار مکان حساب شده خودش، پارامتر وابسته است. در نگرش اویلری مکان پارامتر مستقله، ولی چون ورودی مسئله x0 و y0 z0 و زمان هست، پس این نگرش یک نگرش لاگرانژی است. بعد شما خواسته شده که اینو تبدیلش کنید به نگرش اویلری، جاکوبیان رو حساب بکنید و نشون بدید که دترمینانش مخالف صفره و الی آخر. خب قرار ما بر این بود که دترمینان روند x i به روند x0 j رو حساب بکنیم. من اینو بستش دادم، دترمینان روند x به روند x0،
روند وای به روند ایکس صفر، روند زد به روند ایکس صفر. خب ایکس داده شد، ایکس صفر هم داده شد دیگه، از این نسبت یک میشه، نه یک میشه. این توی معادله ایکس دیگه وای و زد ندارم، دو تاش صفر میشه. حالا روند ایکس به روند ایکس صفر یک میشه، روند وای به روند ایکس صفر، خب ایکس صفر اینجا ندارم، صفر میشه. روند زد هم به روند ایکس صفر صفر میشه دیگه. مثلا اینو نگاه کنید، روند زد به روند وای صفر، روند زد به روند وای صفر، از این مشتق بگیرم میشه 3 برابر سی وای صفر به توان 2 تی به توان 2 که اینجا هست. خب این دترمینانش صفر نیست دیگه طبیعتا، اون حساب بکنید صفر نمیشه، نسبت به سطر اول این همون بس بدید کافیه که ببینید صفر نشه. و پس این چنین چیزی مجاز هست که من میتوانم یک چنین مپینگی رو اینورس بکنم. و یه اسم دیگه هم داره البته، نگرش لاگرانژی رو بهش میگن ماتریال ویو پوینت و نگرش اویلری رو میگن اسپیشال، فضایی. چون در نگرش اویلری شما با فضا کار میکنید، میگید در کدام نقطه از فضا، به خاطر بهش میگن فضایی. ولی در بحث نگرش لاگرانژی شما با ماده یک پارتیکلی رو دنبال میکنید، بهش میگن ماتریال. چون جاکوبی هم خلاصه نان زیرو هست، در نتیجه من میتوانم یک اف اینورسی پیدا بکنم که این تغییر رو ایجاد بکنه. خیلی کار سختی نیست. سعی کنید به جای اینکه x و y و z رو بر حسب x0 و y0 و z0 حساب کنید، x0 و y0 و z0 رو بر حسب x و y و z حساب کنید. همینا رو ببرید اون ور تساوی. x0 میشه x منهای at، y0 میشه y، و z0 میشه z منهای این که y0 خودش همون y دیگه. پس به جای y0 هم بذارید y. به همین سادگی تونستید y اینورسش رو این دفعه محاسبه کنید که من اینجا نوشتم. دو تا تمرین آوردم، گفتم اینجا بهم نشون بدهید که مشتق مادی یک اپراتور گلیلیان اینوریانت هست. حالا گلیلیان اینوریانت چی بود؟ من ابتدا اصلا باشه با این شروع کردم داستان رو و با ما یه تمرین خیلی جذاب به نظرم. ببینید میتونید این کارو کنید. یعنی نشان بدهید که اپراتور مشتق مادی با از اون قواعدی که گالیله گفت و گفت معادلات حاکم ما نباید با نسبت به دستگاه مختصاتی که با سرعت ثابت حرکت میکنه متغیر باشه. حالا شما فرض کنید شتاب رو توی یک سیستمی در نظر بگیرید، میشه مشتق مادی سرعت، و سعی کنید اینو نسبت به دستگاه مختصات با سرعت ثابت بنویسید و ببینید آیا میتونید نشون بدید که این مشتق مادی عوض نشده و همون قبلی به دست اومده. و البته یک تمرین دومی وجود داره که یکم طولانی هست. گفته شده که اگه ماتریس جاکوبیان رو ترانسپوزش رو ضرب کنید به بردار مساحت و همین نشان بدهید که برابر هست با دترمینان ماتریس جاکوبیان در بردار مساحت که A بزرگ و A کوچک به ترتیب بردارهای مساحت در نگرش لاگرانژی و اویلری هستن. یعنی اگه من یک بردار مساحت بلای بردار مساحت میشه حاصل ضرب یه برداری عمود بر سطح دیگه، با اندازش هم میشه اندازه سطح. بردارهای مساحت رو اگه بخوام در نگرش لاگرانژی و اویلری به هم مرتبط بکنم، آ در مقادیر بزرگ آ در نگرش لاگرانژی هست و A اویلری است که میتونم به این صورت J یک ماتریس ترانسپوزش کنیدم، طبیعتا ماتریس میمونه، به بردار اگر ضرب بشه این یک بردار خواهد بود، این ور تساوی هم یک برداره. و البته از این رابطه هم استفاده کنید که V کوچیک منظورم دوباره نگرش اویلری هست، V بزرگ نگرش لاگرانژی است که جزء حجم در نگرش اویلری برابر است با ژاکوبیان ضرب در جزء حجم در نگرش لاگرانژی.